آفرین آفرین شاباش شاباش جوجت پاکنین بخیر دیگه ای نام تو نام خدا نام خدا نام خدا آفرین سیل کنین اوجا مریم جان رفته از اونو گلاسکار صافی میکنه ای نام تو گلکارم پاکنین کل میزارم روی زمین هم سعی کنین که چیز نمانده باشه از پیشتان خو؟ دریا جان؟ بله علیمه را پیدا کن خوب هر دوتان کل جای پاکاری کنین خو؟ خوب آفرین شاباش علیمه جان جوجت نام خدا نام خدا نام خدا شاباش شاباش آفرین اینم تو اوه اوه نام خدا نام خدا نخوتک جان بله چی گپ شده سر تو که این رقم سر صدا را انداختی قند کاکایشی این دوستکا چطور تو پاکاری و جاروکاری را گرفتن ها؟ کاکا رنگین جان من گفتم گفته بابا کلان جانم من خوب باشی چان هستم یا سرگاریگر دوستکای خود گفتم باش که یکم جمع جارو پاکاری کنن که باز یادشان بتم که صحیح کدام ما غلطی نکنن خو خیلی نخوتک جان خوب فکر کرده بودی من میگم آفرینت شاباس کاکا رنگینت خوش آباسی دادت مگم من که در میستری در آمدم تی اگر قب تعجب کدم که شما شوخه کا کل تا رو ادورد کدام چیز را چپه کدید اون از کاکا رنگینتان پت میکنین و پاکاری و جارو کاری داره نه؟ نه کاکا رنگین جان چیز چپه نکدیم اید از گفتم که استودیو را پاک و پاکاری کنیم باز ما ازشان امتحان میگرفتم که خو که زبانم بند شد که کدامشان خوب لایق است و در کارهای خانه بلد است هر کدامش از اون زیاد لایق بود باز برسی یک ترانگک جایزه میتم شکت از نخاطک جان من میگم مزید یاد کردی ایدکت مبارک اطفال نازنین ایدتان مبارک اید شما مبارک بسیار زیاد تشکر خدا کنه که روزایی ده و خیلی گذاشتنده باشه نخوتک جان زنده و سلامت باشی کاکا رنگین جان عید خودتان مبارک از اون عید دوستکای ما مبارک من میفهمم که روزای خوب و خوشه در روزای دوستای ما سپری کردن دوستای نازنین همه تو به یک صدای بلند بگوین که عید کلتان مبارک عید کلتان مبارک سلامت باشی سلامت باشی کاکا رنگین جان آفرین نخوتک جان به شکت است من میگم اینا اگه اجازه باشه من دانه دانه دی بچگکا و دخترکای نازدانه پرسان کنم که در روزای کجا رفته بودن و چی کردن و از کی ایدی گرفتن اگه اجازه باشه نخوتک هزار دفعه اجازه است کاکا رنگین جان پرسان کن خب اول من از محمد چا جان پرسان میکنم محمد چا جان من رفتم در خانه امیم عید مبارکی امروشون کردم آفرین خانه عمه جان رفته بودید مبارکی کردی؟ ایدیام گرفتی یا نه؟ گرفتم آفرین ایدیام گرفتن نصر جان تو بیا اینی جستا چو بیا اما تو بلند بمی اندی والکایت بگو کجا رفته بودی؟ چی کردی در روزایید؟ من امروی برادرم در نماز عید رفته بودم آفرین شاباش خدا قبول کنه نماز عیدتا آفرین بچگکا شما میرین در نماز عید یا نه؟ بله آفرین شاباز کاکا رنگین جان بله تو باش که من دریا جان پرسان کنم دریا جان ایجا بیا تو پیش ما برای دوستکایت بگو که از اونو کجا رفته بودی در روزی کاکا رنگین اجازه است که من در اون اونجا استاچه ها نخوتک خواسته تا بیا دیگه استاچه بیا بیا تو شاباز آفرین دوستک مقبول خودم از اونو دریا جان در روزای اول دومید کجا رفته بودی؟ نخوتک خوب سعی گوش کنی مده خانه امره پدر جانم گلا را آب می دادم باز پدر جانم دستش را ماچ کردیم گفتم عیدت مبارک باز پدر جانم هم دمه عید توفه داد خواه والا به شک تشافرین کاکا رنگین جان از یکان تا دیگه پرسن که بر دریا جان در جای بیشی بیا دریا جان در جای اکت بشی آفرین مریم جان تی اگر رقمک سیل داری که از تو پرسان نکنیم ما قند کاکاش خیلی حال از تو پرسان میکنم بخی مریم جان بیا اینجا پیش کاکاش از تام پرسان میکنم اینا بیا آفرین در روزید کجا رفته بودی؟ روی تا دور بتیجه که دوست اکای تام ببینه تا خانه ماما اینچان رفتم بهش بیبی و بابه مزاریم رفتم رفتم بر ما ایدی داد میفهم این چی گفت؟ چی گفت؟ گفت که من رفتم خانه مامای میشان دست بی بی جان و بابا جان و ماماج کردم و من ایدی دادن اید مبارکی کردیم نمیفهم چرا تو بسیار بیشیمه و پخش گپ زدی امروز در یا جان؟ مریم جان مانده شده مانده سعی که نامش اگه غلط بگیرو خو که میگه بیش در یا جان رو چت سنم سیل میکنم تو ورخطا چرا؟ کارش نه کاکا رنگین جان نه خوتک جان. جان از کل دوستکایت پرسان کردم هر کدامش برام قصه حکای خدا کردن که در روز عید کجا رفته بودن نرفته بودن چی کرده بودن چی نکرده بودن
مگم اطفال نازنین امی خود نخوتک ایت نگفت که چی کرده بود، کجا رفته بود، چی نک چی کرده بود، چی نکرده بود. میشه برای ما بگوی نخوتک جان؟ کاکا رنگین جان، دوستکای نازنینم، من رفتم خانه از اونو دوستای بی بی جان و بابا جانم ماج کردم، از اونو عید مبارکی کردم، باز از اونو میمانایی که امرایشان بود بر از چای بردم، عزت میمانا را کردم، شیر لالایتان اینم تو یک آدم از دیگه. مگم کاکا رنگین جان، از اون وقتی که بی بی جانم روی ماج کرد به خیالم که برای چاشت گفته پخته کرده بود، هیچ دیگه همه تو پیاز بوی یک کد روی من گفته بوی شده بودی نخو تک جان. آفرینت نخو تک جان. من خو میفهم که تو بچه که بسیار لایق هستی، نمی رقم در کارهای خانه همیشه کار میکنی. اطفال نازنین، شما هم در خانه که پدر جان مادر جان در روز عید مهمان کامت، اگه مادر جان جای رفته بود کمک کردین یا نه؟ آفرین اطفال دوست داشتنی. من حال یک سوال میکنم از تو نختک جان، خوب متوجه باشی. خب اطفال نازنین، شما هم بسیار هم صادقانه و کاکارنگینتان جواب بتین. ایت شده باشه که دمی روز اید کدام تایتان نمت که سر دمی میودانی بالای سر شیشته باشه، همه تو خورده باشه، خورده باشه که خدا اینا خواستم مریض شده باشه و پیش دکتر رفته باشه. انا خودک جان کوکو رنگین جان، از این یک رفیقه کم همسایه ماست خود زیاد سیمیان و نخات و چاکلیت خورده بود، باز از اونو مریض شده بود، بردنش شفاخانه برش از اونو سیرون زدن. سیرون نخودک جان چرا خنده چرا خنده دارین سر ما؟ تو خود سیرون گفتی نخودک جان. اطفال نازنین سیرون است؟ سیروم است. اینه دیدی نخوتک جان اشتباه گفته بودی سیروم. خود شایست دیگه یک نخوتک جان. خوب کردین شما که اطفال نازنین پرخوری نکردین. اینا لو خوب به قصه کاکارنگین تان گوش کنین که ما یک قصه که بسیار جالب و خوب شد برتان آماده کردیم. که قصه در مورد چی است؟ در مورد پرخوری است. بود نبود در یک جنگل بسیار کلان سرسبز یک دانگک چوچگک خرس زندگی میکرد که مادرک خود. این چوچگک خرس بسیار بسیار خوب بود. هر کاری را که برش میگفتن، وظیفه که برش میدادن، اون وظیفه را انجام میداد. به وقتش مثلا دندانک های خود برس میکرد، روی خود میشاشت، نظافت خود متوجه میبود. بسیار زیاد خوب بچگک بود. مگم یک نقص داشتی چوچگک خرس. میفهم این چی نقص داشت؟ زیاد پرخور بود و پرخوری میکردم. یه هرچی که میگیرش میاد میخورد و بازم دلش میتپید که دیگه هم باشه و بخوره و بخوره. هیچ سیراوری نداشت. مادرکش همیشه برش نصیحت میکرد، میگفت قند مادر، گل مادر، متوجه باشی که زیاد نخوری که باز ازت یک خرسک چاق جور میشه، اونو باز دویدن نمیتونی که اینم تو بدوی دا درخت بالا شوی. فهمیدی؟ بازی خرسک چوچگک دیگه به مادر خود وعده کرد که من دیگه پرخوری نمی کنم. شو شد و اینا خو کردن و صبح که از خو بیدار شدن نخوتک جان فکرت هست؟ بله کاکا رنگین جان. که بیدار شدن این چوچگک خرس آمد پیش مادر خود، گفت مادر جان، مادر جان، اگه اجازت باشه من یک چکرم تو برم دمی جنگل کلان چکر بزنم، چکر بزنم. بازم تو گفت پس طرف خانه بیم. مادرش گفت آگل مادر، قند مادر، برو گفت چکرت هم بزن در درختکان بالا شو، ساتری و شوخی تان بکو درا. مگم متوجه باشی که ویش دوستکت بری. میفهم این دوستک ازی کی بود؟ خرگوشک سفید. آفرین قند کاکاش. پیش خرگوشک سفید هم یک چکر بری. این چوچگا که خرس اینمت رفت 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 در پیش یک جویک رسید، شیشتا و خورد و رفت یک درختک میوه میوه خورد و بالاخره پیش خانه کی رسید؟ پیش خانگک یا لانه خرگوش رسید. اما تو رفتم این دروازه خرگوشک تک تک زد، صدا کرد که از داخل لانه صدا آمد، گفت چی میخوایی؟ یک دفعه چوچک خرس گفت که خرگوش سفید هم میخوایم. گفت خرگوش سفید؟ رفته پیش دوستک خود پیش خرس. یک دفعه میخرس در خلده شد وی 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 دمی خنده شد و گفت که من خودم خرس هستم، خی خرگوشک اما چطور نیدم که پیش ما آمد؟ باز از این میلانه صدا آمد، گفت کیستی؟ گفت من خودم خرس هستم. خو گفت خرس هست. یک دفعه زیم لالگه خود تمام تکده برامد او دوستک عزیز. گفت سلام جور و خیر و غلش کرد رو یک شماج کرد. الله تو پیش ما آمدی خیر رو بینی که آمدی خیر. حالا بیا که بریم خانه که من میمان نوازی کنم، بیا بریم خانه. دا لانه خرگوشک در آمد چوچگک خرس وقتی که رفت و جگک
همه تا شیشتن چوچکک خرگوش به چوچکک خرس میفهمی چی گفت؟ گفت نال به من بگو که نان مربا را خوش داری یا نان عسل خوش داری، چی را خوش داری که برات بیارم؟ یه چون پرخور بود دیگه، یک دفعه می لبکای دان خدا لیسی دان خدا الله همه تو مزه مزه کرد، گفت که اردوی شوی هم نان مربا هم نان عسل. خرگوشک هم بیچاره دید کال میمان است، بعد است که برش بگویم نمیارم، آورد دسترخانه کوار کرد برای زیر کل چیز مان دستکای خدا ششت که خورد و خورد و خورد می زندگی خود یه چه مقدر غذا را نخورده بود. خواه؟ حقا خورد که مت خوب صحیح همه تو امت یک دفعی پوندید و چاق شد، یعنی از چوچکک خرگوش خدافیزی گرفت گفت خیمه میرم که ناوخ میشه، باز مادر جانم سرم غال مغال میکنه. خرگوش گفت خی مام کتت بیرون برایم که تو را بدرقه کنم، یعنی میمون نوازی کنم تا دان دروازه اولی خود داره بکشم و خدافیزی کنم کتت. خرگوشک بیرو برامد تمی چوچکک خرش که وقتی که مبرامد یک دم وی وی الو بن ماندم، گفت او بن ماندم هرچی که زور زد یک دم. خرگوشک سفید گفتش دوسته که دید خیلی پس داخل خانه برو، گفت یارچی که زور زد پشت سرام نتانست رفته یه میجه بن مان. خرگوشک سفید یک دفت دید کوشارک بود که چی کنم، من دویده دویده رفت پیش مادرش، پیش مادرش که رفت پیش خرس کلان، خاله خاله گفت بچگه که در خانه ما آمده بود گفت در دروازه بند مونده، من نمیفهم که چی کنم، بیا که بریم. مردوش هم دویده تا آمدن در پیش خانگه که چی رسیدن، خرگوش رسیدن. خانگه خرگوش دید اوه گفت او بچه من تو را نگفته بودم که کم بخو زیاد نخو، این حال دیگه مجبور است یک دو سه روز تو جمعت ماتل باشی که تا پس لاغر شوی که تو از دروازه بروی. روز اول یا هرچی که زور زدن و کش کردن چوچک خرس خطا نخورد، روز دومم به می شکل هرچی کردن، روز سوم دیدن که نمیشه، خرگوشک سفید رفت دخترک خاله بچگک ماما این می اندیوالکای خدا کلش جمع کرده آورد، مادرکشم رفت خیش قوم خدا آورد کلشان موج قطار استاد شدن، همه تو دست به دست گرفتن از همی دستک خرگوشک همی خرسک چوچه همه تو گرفتن کاش کاش کردن کاش گرفت این همه قطار خوردن و ملاق خوردن، همه تو ملاق خوردن سر در سر کلشان همه تو خنده کردن. که کارنگین جان؟ بله باز جنو خرگوشک بود یا خرسک و کفید تو کفتیدن کلش؟ کلشان را همه تو افتیدن چون خود چوچک خرس توجه بند مانده بود به سختی کشش کردن خطا خورد، که خطا خود یعنی میچک خرس خیز تبت یک دفعه دوید ایت دوید ایت دوید ایت خیزک زد دید که سبک شده اوه گفت ولی نخ ما سبک شدیم دید دو سه روزه که چیزی نخوردیم، گفت مادر جان من مزرد میخواهیم که پرخوری کرده بودم دیگه و آدم ایتم برد که دیگه پرخوری نمیکنم دیگه شما نمیفهم که دیگه باز پرخوری کرد یا نکرد. خب اطفال نازنین خیر ببینین که بسیار با دقت قصه را خوشونیدین، نال ورما بگوین که از این قصه چی یاد گرفتین؟ کوکرنگین جان بله ما قصه یاد گرفتیم که از اونو زیاد پرخوری نکنیم، از اونو کم کم بخوریم، متوجه خود باشیم، به خاطر از این تشت گفتم که از اونو دگه بخش ما و خیر سرو بیسه بخشی دی کالای نه والله به شک تا شده خودتک جان. خوب شد که این تام قصه را شنیدی و یاد گرفتی، به دوستکایت گفتیم اگم اینال خیلی کار میکنیم. اطفال نازنین شما برین لباسکای نو ایدی تانه بشین بپوشین، تا او وقت ما یک وقفه گک میگیریم و زود زود کتل لباسک های نوتان پس میریم. ما رفتم تختانه لا حالتی شو منتظر باشم. سلام سلام با دوستان، ایده سیده رمضان، در ارخانه که میریم که کلچه فراوان، در روزای اول عید رفتم پیس رنگین جان، هم چاکلیت و هم کلچه هم چرمغزم رایسی میان، کل ما یک جا شدیم رفتم پیس دریا جان، دریا جان گرفتم رفتم خانه رفیقان، کالاگکای ما نو بود در خانه پلو بود، خوب ساتک ما تر شد چون که اید روز شو بود. به شکت از دخو تک جالو نگه چی یک ترانه یک خانده بیام خراغ لست اخبال اخباروانی تا قدر منو لیدون که نام خدا چقدر شما مقبول شدین با این لباس های مقبولتان، ایدتان مبارک، تشکر نخو تک جان چخوب یک ترانه یک خانده سلامت باشین. بیننده های عزیز اید شما هم مبارک، کسایی که ما را می لحظه می بینین خدا کنه تا ایدم از برنامه خودتان لذت برده باشین. اینال بخیزین دگه یک ایدی کنین و خیر و خوبی که تو کالای نو نو همه تا
یک عید مبارکی کت یکی دیگه تان بکنین که ما ببینیم چه رقم شما یکی دیگه آفرین سلام علیکم ماما چه جان بیاک موتی تنا مانده اختر بلند شوه نو اختر دیم مبارک شما چه جان نداریا جان مریم جانی دیگه جور هستین انشاءالله دیگه بله خواه شکر که خوب هستین روزایی بخیر سپری شد بخیر خواه 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 آفرین شاباش چه خوب کالای مقبول مقبول پوشیدی آفرین ایدی گرفتین از کسه؟ بله که کارنگین جان؟ بله امید مبارکی خشک خالی ره چی کنیم گفتی از اونو کالالا شوخه کم در فرق خود بزنیم ایدی بته بر ما وای شوخک دگیرم دادی که اطفال دیگه اطفال نازنین چطور ایدی بتم تا ای نه خوتک جان مرا خود دگیر دادی چطور میشه این حال اگه پیش ما پیسه نباشه باز چطور میشه برد قرض میکنم از دخلک که بی جانم آه خیلی که قرض میکنی نه مزاق قد پیش ما پیسه از سر خودت شروع میکنم نه خوتک جان سیست اطفال نازنین نه 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 خوتک جان اینی دیگه که خودت نه خوتک جان آفرین شاواز تو خوب پنجایی نه اشکو که بیره چپا کدی ای نه خو میایش جان ایده که تبریک کنده که کنی دفعه برای بابا جانم بتون پس میم برو نخوتک جان میایش جان کالای تم تبریک باز امید کلتان مبارک باشه زنده و سلامت باشی کاکا رنگین جان ما خو به دوستکای میخواستم ایدی بتم چون دیگه در جیبم پیسه نبودونم و ترانگه که برشان خواندم و نمو رو از طرف ما یک ایدی قبول کنن صحیح است اطفال نازنین قبول کردینم ترانگه که ایدی بله کل ما قبولش کردیم نخوتک جان زنده باشی ما چیم که جنو رموز کاکا شپس کجاسته کاکا شپس شاید بیا بیادر جان کاکا جان ببخشی نه تو را میگم بیادر جان به خیالم که اشتباه کردی از اون در سرتم گلفت و پرست به برگ موندی ای به خیالم اشتباه کرده از این سرم کلا را پس کنیم الله ای خود کاکاش پس بود ببسکی هیچ مسلمانی نیست سلام علیکم کاکاش پس کاکاش پس سلام علیکم علیکم السلام نخوتک جان عیدت مبارک کاکا رنگین السلام علیکم کاکاش پس مانده نباشه عیدت مبارک عیدت مبارک روزه و نمازت قبول داخل آجا و غازی ها بخیر آمدی؟ عید اطفال نازنین مبارک باشه عیدتان مبارک عید مبارک خوب هستین امشالا؟ نه خودک جان ایده خودت مبارک زنده باشی سلامت باشی ایده خودت مبارک ببس خی کلا در چشمایت آمده بود من نشناختم اما یک چیز دیگه پیشتر چی گفتی؟ چیزی نگفته بودم مامو ساعت گوشم نشنید گفتی من خیرم روز روز ایده کاکاش پس نه خودک جان من متوجه بودم نه خودک جان هیچ چیز نگفت روز ایده است دیگه خیر است بیا کی دیگه کنی گفته باشم ببخشم خب به مخاطره که روز ایده است بر اطفال نازنین ما آوردم یک ذره کشمش نخواه وی مرا قد کشمش آوردی؟ سلامت باشید اینا لیده من میبرم خیلی سر میز همی اطفال میمانم و دیگه کاکا آشپز نگفتی که امروز در برنامه برای یه اطفال نازنین که لباسک های پاک خوبشون منظم ایدی هم پوشیدن چی پخته میکنی؟ کاکا رنگین ما با مو خاطره که اید است امروز برشان دو رقم غذا کردی خود تیار آوردیم یکیش پلو است دیگه شام قرمه مرغ است الله 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 خدا مرغ خودت از اینو حلال کردی؟ مرغا را خودم همه تو حلال کردیم بعد از او باز کلا شما تو توتا توتا و کورمه کردیم ایه کاکاش باید برای نترسان توتا توتا کردی نه خودت جان ایتی اگر رقم میاو دانه تا قرد کردی که بیخی همه دان مام همه تا اولاد کردیم قورمه مام بگیرم بخورم بخور دل دستی که یک کمه که دل درد هستم من نمیخورم امروز ایت نان نمیخورم خواه دل درد هستی؟ دریا جان بیا ایجا تو مادر جان برش بگو که دل درد هستی کده کاکا رنگینه بیا آفرین دریا جان کس بخیر از اینو داینده میخواه دکتر شوه اینال پینجایی دیرم گرفته نه فکر میکنم که کاکا آفرین بیا دریا جان اینجا کستا چه آفرین نال بگو که من بفهمم نه فکر میکنم که
کاکا رنگین پرخوری کرده. الله، همه روز که خانهشان رفتم ما دیدم که یک ذره سروار زیاد خورده بوده باشه. آفرین، برو نفهمیدی کاکا رنگین جان؟ ما فهمیدم. برو دریا جان در جای، برو دریا جان در جای که بشی کاکا آشپز. بله. اطفال صدا کنم که کمک کنن یا نه؟ نه 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 که امروز ایده از کلاوکایشان چتل میشه. خود تگ یک ذره کردیم کمک شوی خوب میشه. بچه شم چی کنم؟ راست میگه کاکا، فقط برات انداخته میرم و تو ده پتنوز برشان ببر تقسیم کن. کاکا آشپز جان، من تختان برم از این دسترخوان خداوار کنم؟ آه برو، نه برو نرفتم. آه برو، برو نختک جان دسترخوان توار کن. نه ختک خورف که دسترخوان خداوار کنه. ما و تو هم دیگه کاکا آشپز بخیر برنج و قورمه را میکشیم بر اطفال نازنین میبریم. کاکا آشپز جان مشنوی؟ صدا کنین سر از این سیر گنگس کله. کاکا آشپز بله. بیا که کاکا رنگین خبر نشه. اسکو برسن کم کم بدی خو، ما دیدم پیشتر رنگین 50 رپا دادش میگیریم، باقی مونده شمی بریم صدا میکنیم قاب 50 رپا. با خدا تو چی اگه آدم استی نخوتا. ما همه قدر وقت خوشبازی کردیم همی کارا یاد نداشتم. انوز انوز یاد دادی. از اینو گوشدارش 70 رپا بی گوشتش 50 رپا. خوب نه خلاص دگه خیمه ببینم که چه قیش اضافه میمونه که باز همی کارا کنیم. خیر نیست، مزاق کدم بایی خواله دلت هست که ما دلم خوشت گفتم خیده ای روز یک چیز آید آمد بر ما. نه اوش کنی گلو اقش تو کاره ایت وقت نخوری. نه نمی خواهد پا کوی تا گوش کردم نه خواهد تا کمیدی کار رنگین جان. اگه کار رو میکدیم ما تقیب تان میکدم پیسه کلش بر تان میدادم پس میآوردم. نه ای کار رو نمیکنیم کار رنگین جان، مزاق کدم سعی کنم خدا تو قابای پر کشیده. کاکا آشپز اگه اجازه باشه من برات قاشقا رو بگیرم ببانم. بگی نه اجازه هست. آه کاکا رنگین تو اجازه نه. کاکا آشپز بله، از اونو نگفتی که یک قاب سر دو نفر است یا سر یک نفر؟ نه یک قاب سر یک نفر است نخوتک جان. ما از خاطر برشان غذا زیاد میتم که امروز زید از زیاد سیسو دوش میکنن گوش نمیشن. دریا جان، دریا جان، دریا جان، ما اگه پرخوری کنم خیر است؟ دریا بله. اگه پرخوری کنم خیر است؟ نه. خیلی تو را زیاد زیاد کشیده؟ بخاطر که زیاد کشیدن که روز عید است. بله یا روز عید است زیادی نفر های گوش نمیمانند. خود سعیس خیلی برو تو نانک تبو خوب باش باید از گپ میزنیم در کورمان همون بگن در یک شما مریم چقدر مقبول شده چن آدم سعی نمیکنه مریم نه دیگه امروز کاکا آشپز پلاو که تو قرمه پخته کده. کاکا آشپز من رفتم تاختم جوجت بکشی. خو 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 کاکا آشپز جان جان بیایم. آه بیا. این آمدم. کجا هستی تو که یک پشت دق شده مک نخوتک جان؟ زوجود بکست که با خدا اون آمد چایی طرف سیل داره خیال چخی کلش که خودمو خوردیم. نه نه اینم یکشم برای آمد چا جانم برای نصر جانم. آفرین خیر ببینی در سر برنج تام جیره ریخته. جیره جیره نیست زیره است. هر چیز که من گفتم یک قاب بکشی بکش کاکا آشپز که یکی دیگه هم بکشم. بیننده های خوب برنامه پروانه ها تا که اطفال نازنین ما غذای خود نوش جان میکنه یک وقفه کوتاه داریم دوباره زود برمیگردیم. جایی نرین از پشت تلویزیون هایتان که انشالله دیگه برنامه ما بسیار جالب است. کاکا آشپز جان تو هم خدافیزی بگی که دوستان برشان بگو که روزا و شبای خوش داشته باشن. دوستکای عزیز امشالله که ایده به خیر سپری کنین. ما هم دیگه رفتم خداحافظتان. ما چم خوشتان آمد یا نه؟ بله خداحافظتان. کاکا آشپز یک دقیقه کلتان بگید تشکر از غذای مزه دارد. نوش جانتان برو دیگه بخیر بیدی کاکا آشپز.
دوباره خوش آمدید عزیز بیننده برنامه پروانه ها. هم هید است و هم بهار. خواستیم که یک چند مانگه گل بکاریم و گل بشانیم تا باشه که سیدیمو هم مقبول تر شوه، هم زیبا شوه و هم اکسیژن سیدیمو شما چی شوه؟ خوب شوه، زیاد شوه، زیاد شوه. آفرین اختک جان، اینه متوجه هستی؟ سعی کنی اطفال نازیم؟ نه، اینه پلاستیک های گلا را بکنین بخیر. کاکا رنگین جان، بله، شما گل سنده برین، ما براتون یک سیرکس میخوانیم. سعیست؟ سعیست، بخوان. آمده فصل بها، سبزه و گل بشمار، بوی خوش درختان به مثل شای دربار. بیا که نیال بشانیم در کوچه و در بازار، نیال که کلان شود میوه دهد بار بار. نیال را آب بدهید ای رفیقای بردبار. آفرینتان. آفرین نخوتک جان، چی خوب یک ترانگه که خواندی ویشکت است. من میگم آفرینت، تو خوب بچگه که لایق هستی که ما تو ترانگه کمیشه میخونی. زنده باشی کاکا رنگین جان، سلامت باشی. دوستکای خوبم، شما هم همیشه در قسمت نگهداری نیالا و گل و گلبتا زیاد توجه داشته باشین. بابا جانم همیشه میگه که یک درخت به 18 نفر اکسیژن میده. ما در سایه درخت میشینیم، میوهش میخوریم، باز باید دیگه که مت متوجه شم باشیم. منی کاکا رنگین. آفرین نخوتک جان، به شک تشمه میگم اطفال نازنین نمیاله که شما کتمه ایجا کار کرده رویسته. یعنی؟ بله. این گل شانده رویسته برای ما کی میگه که در خانه کی درخت است که میوه داشته باشه یا گل بوته است؟ خانه ما. خانه شماست. آفرین. اولی ندارین، بلاک دارین؟ نه. با چه رقم از گل و گلدانی شما نگهداری میکنین؟ از یه بلنسا؟ گل تا نو میته؟ آفرین. دیگه؟ دیگه؟ بیخ گلک خاکش اگر سخت شده باشه سست میکنیم که خوب اما تو چی شوه؟ رشد کنه گل. از اونو مطلبت از اونو نرم ساختن ششنی؟ نرم ساختن گل است. آفرین اختک جان. خب مکت بابا جانم، باغچگه که پشت خانه ما رو هر وقت بل میزنیم کاکا رنگین جان. آفرین اختک جان، تو خوب باغچگه که لایق هستی باشین که من برات گل بشانم. باسا جانین نختک جان، پیشتر خودت خمتو بسیار دقیق گفتی وقتی که ما یک گل میشانیم یا یک درخت میشانیم باید متوجهش باشیم، همیشه وقت دوره او بتیم که خشک نمونه از پیش ما که بودونه گل خودش هم خشک میشه. گل دیگه به چی نیاز داره؟ گل به جنو مراقبت جدی نیاز داره. باید هر وقت او بتیمش، هر وقت سیل کنیم که برگکای زرد شد بابا جان خود اول بتیم که دوا پاسیش کنه، دو وقت از اونو قیچی کاری شوه دیگه اونه مشکی به خیر گل خوب رشد میکنه. آفرین نختک جان، بیا تو ایجه خاک پر تو، بیا اینجا که بشیره خاک پر تو. دوستکا شما او بتین گلدانا را، اطفال نازنین بیننده های خوب، تا که اطفال گلدانکا را او میتن و میرن دستای خود میشونی یک بسته یک معلوماتی در باره درخت داریم. میبینین که درخت برای ما چی گفتنی داره. سلام دوستکای خوب و نازنین، ما دوست شما هستم و میخوایم امروز مورد فایده های درختان براتون بگویم. برای اینکه بفهمیم درختها در طبیعت چه فایده دارد و اهمیتشان چی است براتون معلومات میتم. طبیعت بدون درخت بد قواره میگردد. وجود جنگل و درخت در طبیعت و زندگی انسان باعث زیبایی، شادی، سبزی، آرامی، صفا، پاکی و تازگی میشه. درختان قلب زمین هستند و مایه حیات انسان و حیوان و حتی بعضی از گیاهان هستند. به خاطر که درختان گازهای خراب جذب میکنه و هوای تازه تولید میکنه. بله دوستکا، یکی از ضرورتهای زندگی انسان و حیوان است. باعث دوام زندگی انسان و سلامتی طبیعت میشوند. کمبود درختان و نبودن جنگلها به انسانها و حیوانات ضرر میرسونند. از برگ و شاخه های درختان حیوانات غذا میخورند، یعنی برگای درختان غذایشان است.
و ایوانات تغذیه میشن و چاق میشن و از گوشت ایوانات باز انسان ها تغذیه میکنن. گپ مهمی که از میوه های درخت ها هم ایوانات هم انسان ها میخورن و بسیار ویتامین ها دارن و آدم ها را قوی میسازن. و دیگه ای که از چوب درخت ها کاغذ ساخته میشه و ما و شما در کاغذ نوشته میکنیم. کتاب های ما چاپ میشه. از چوب در ساختن دروازه، الماری، کرکین و غیره چیزا استفاده میکنن. نقش مهم دیگه ای که درخت ها در تغییر و تبدیل هوا بسیار مهم هستن و پرندگک ها میان در روز در درخت ها میشینن و با صدای مقبولشان ترانگک ها میخوانن. دیگه معلوماتش خودتون پیدا کنین و بخوانین. فعلا من رفتم که سرم نه وقت میشه. بای بای دوستکان. نخوتک جان و اطفال نازنین، بسته معلوماتی را دیدین که درخت چی گفتن یاداش برای ما و شما. بله. این حال دیگه بسته معلوماتی را که دیدین دیگه اطفال نازنین، درخت را دیگه تیسیز و خیر رسامی کنین که ما ببینم کی همات مقبول یک درخته که خوبش رسامی میکنه. یک مسابقه است دیگه، هر کی زود رسامی کرد و نمور دیگه با جای جای جمع تیم. نخوتک جان. جان. امروز برای خودت میفهمی چرا ما قلم و کاغذ ندادیم که رسامی کنی؟ نه چرا؟ باش در گوشت میگم. به خاطر ایجی برد داده که تو دوباره مسابقه چیزی که که خوبش در سوی بکنه. سیسته فامیدم فامیدم. یکی درخت کلان آمش من نمیتونم رشت میشه کشته. آفرین نخوتک جان. حالا دیگه زود زود شوین. این همه تو که اطفال نازنین زود شوین بخیر. ایرام زود زود رشت میکنین. این همه دستک تمیگیرم اینه. کوکران جین جان که تسان کمک شو. این همه کمک شان شده رویستم نخوتک جان. برندیم خوب خوبش تعلیم را تو میره کرده چند نفر خلاص کرده کاکو رنگین؟ چند نفر خلاص کرده سای خدا بالا کنه کسایی که خلاص کرده. آفرین آفرین مریم جانم خلاصی به آفرین شاباش. چند نفر دیگه مانده نخوتک جان کلش که خلاص کرد، باز نبرد میگم که رسامی هایشان را سعی کنی و برشان نمره بده. سعیس درست است و خیالم خلاص است که دیگه کار رنگی آفرین جان بشی در جکت باز مصاحبه کنم. خب آفرین نخوتک جان، فکر کنم کم کم دوستکای ما خلاص کرده رویستن به خیر رسامی های خدا. چی کنیم مسابقه را شروع کنیم که بر رسامی هاشون نشان بتم؟ آه به خیر دیگه ما تو شروع کن جوجود کلیش نشان بتی. خب کسی که آخر شد دیگه اونمو را باز نمره کم میتی دیگه. آه سعید خب نصرت جان بیار بچهش که خلاص کردی. آفرین قند کاکای شاباز. خب در جکت بشی یک نفر به نوبت میتلگون در جکت بشی. اول نصرت خواستیم بشی در جکت. از کل سنکا که رنگین جان خودت جمع کو. این از نصرت جان دیدی؟ بله. چقدر مقبول است؟ چند نمره میتیش؟ من برش از اونو نو نمره. نو نمره آفرین. این از دوسته که دیگه ما نامک کچی بود؟ باسا جان. این از باسا جانم بیار دیگه که خلاص کرده. آفرین میمونک برنامه ما مینه بخیر رسامی خود خلاص کرد. آفرین. دیر چند نمره میتی؟ از اینو پس از این نصرت جانم ده نمره میتم. من کل دوست کوی من ده نمره. کل شانه ده نمره دادی. کلش دوست دارم. به شکتان از کل تون ده نمره گرفتی. نه نه بیارین دیگه تیز تیز دیگه. علاوه خیر آفرین مزدلفه جانم. اینا چه خوب رسانی جا که کده. اینا دوست کوی ما بسیار آفرین مریم جان. اینا بیار دیگه کی خلاص کرد دریا جان؟ حلیمه بیار. آفرین قند کاکایش خوب یک درختک رسامی کرده. نخوتک جان خودت خیلی برو، ما هم یک وقفه کوتاه را میگیریم زود زود برمیگردیم. چرا من این جای نمیبینم؟ اگر نیخواهشی خوام بیدار شدم. کاکاش پس کوکوش پس بیا، بخیالم که ما داشت پس خانی تو بدم تاریکی چرا این سر صدا میکنن؟ ای تاریکی سه چه نمیبینم. ای الله کی چشمایی تا بسته کده؟ ما چه ممت شو ده کلیم تو خورده البته. ای نه سلام علیکم دوشتا کوی نازنی میجا چیگه پس؟ ای نه سالگیره نه خوتک جان سالگیره مریم جان و نیایش جان هست. الله یک چک چک بلند یک چک چک بلند یک مره نگفتین به خدا خود دیگه کل ما و شما نخوتک جان انال دست جمعی میگیم برای نیایش جان و نیایش مریم جان مریم جان نیایش جان
یک تبریکی میتیم که سال روز تولدتان مبارک. سال روز تولدتان مبارک. خیلی صبر کاکا رنگین جان، من از اونو یک سیرک برسان جور کردیم، من سیرک هم میخوانم، شما هم بازون باد از اون کیک تو تکنین، درست است؟ صحیح صحیح. دوستکا شما چک چک کنین خو؟ خواه گوش کنین خیلی خوب، چک چک نکنین که نخواه تک جان خیلی یک دقیق صبر کو. مریم جان تو چی میکنی بگم کارک تبو کو؟ خواه رو پس میکنی؟ ما بخوانم شعر ما؟ آفرین. باش که شش سالگی خدا پس میکنه، هفت سالگی رو میمونه. خب، هفت ساله شد بخیر، نام خدا. هفت سالگی تبریک باشه مریم جان، آفرین. اینال نخوتا جان همون شیرک تا بگو برم. خب، از اینو امروز سالگره داریم که کمرای کلچه داریم، کاکا شیره بگو گرم کو برنامه ویژه داریم، سالگره نیایز جان با مریم مهربان، دوستکا تبریکی بتین با مریم نیایز جان. تبریک باشه مریم جان نیایز جان. سالگره مریم هست همگی دگردک جمعش. آه بخیر، انشالله که صد ساله شوین. بخیر بخوبی، تو تکنین که که کاکا نخو تک جان یک مذاق کنم کت، نخو تک چو باشین چو باشین خو؟ کاکا شده منی؟ آه کاکا نخو تک جان، اگه اجازت باشه که کیک دیگه بخیر تو تکنین. تو تکنین من نمیایم ایجه. یک دو سه کیک مریم جان تو تکنیم، تبریک باشه، آفرین. تبریک اینجا آفرین شاباس. این حال دیگه نوبت کیک کی رسید؟ نیایش جان. نیایش جان بگی خوارکای آفرین، وی دخترک خوارکای قندولکش آفرین شاباس. این نه یک دو سه مبارک سال روز تولده، مبارک سال روز تولده، آفرین شاباس، مبارک از اردود، آفرین اطفال نازنین. این حال دیگه چی میکنین کاکا آشپز؟ چیز جور کردی که یا بخورن باز؟ بله بله، برشان شیر آماده کرده. شیر که آماده کردی؟ اطفال نازنین کلتان در جای کایتان بیشینه که کاشپرد برتان شیر میاره کت کیک بخورین، سهیست؟ آفرین مک. خب بیشینین مریم جان، نیایش جان، نیایش بیا قند کاکاش بیا. آفرین تو همین جگر تو شما تا یک همین جگر باشین کاکاش پس همین جا کیک توتا میکنی؟ نه کیک کیک همین جا توتا میکنی؟ همین جا توتا کمی دوستکای مام همین جا سیست؟ سیست تک هزار دفعه همین جا می خیب از اینو کاکا رنگین جن. بله ما اینجا توفا وردیم بر دوتا، یکی از طرف خود یکی از طرف از باش که بیاریم. اوه شک بلا اطفال نازنین شما بیشینین که من توفایی که نختک جان آورده ببینیم که چی آورده، یکی از طرف من یکی هم از طرف خودش. اوه نختک جان نام خدا چی خوب تو فگکای آوردی. نه نام خدا بیا مریم جان در جای اکت بیا مبر توفیت همیتون. از اینو کار رنگین جان بله؟ برشان بگو که برگ سرخ توفه نخوتک، برگ سرخ توفه نخوتک، برگ سبز توفه نخوتک، سعیز دیگه یا سبز یا سرخ خواسته. اینیش کلانک است از مریم جان، اینیش چوچکک است از نیایش جان. سال روز تولدتان تبریک باشه، بازم آفرین خند کاکاش. خب کاکاش بس خودت اینال دیگه اختیار داری کیک هم میبری سر میز خودت توتا میکنی یا همینجا؟ اینطور است که اگر کیک اینجا ما توتا کنیم این خو میز اداری است، این خو میز درس خواندن است، باز خراب میشه و میز آشپزی میبری. بیخی سعیز خیلی سعیز مریم جان شما خیلی در جایکتون بیشین نیاز جان که کاک آشپز کیک توتا میکنه با دوستکایتون تقسیم میکنه. بگی برو دیگه در جایکت بیشی دیگه آشه دیگه با دوستکای کاک آشپز اجازه است مکت کمک شوم بیارم بیار. قند کاکاش در جوه یکت بیشه اینه برتان کیک و شیره میانه کاکاش پس که نوشو جان کنین. کاکا رنگین جان بله حق مربانی ما برم که بی بی جانم صدا برو برو داره. کاکاش پس نه حق نخوتک یادت نره. خواه خواه قند کاکاش نامه که چی بود بیایی جا سمایا جان چرا او نه دیگه پقالا را ترقنده رو ایستی بیش در جوه یکت بیشی اینه مامدم کاکا رنگین جان. آفرین نخوتک جان کامدی، دوستای نازنین ما میخوایم یک چیزه که برتان بگوین خوب با دقت گوش کنین. سعی کن کاکا رنگین جان ما یک دفعه چیز بگویم، ما اینجا چند دقیقه شده کامدی ما که هیچ نیست که تو صدای تا بکشی. خو خیمه ایت متوجهت نبودم، بگو چی میگی نخوتک جان؟ اینی گفتم که ما چند دقیقه شده کامدی ما هیچ مرا ندیدی. ما کت اطفال ساتری میکردم کت شان کت پخانه. کدام دانه پخانه بتم نه خطک جان دوست داری؟ نه نه کالی صدا نه تا ممی ترسیم. با لالا پوپک تم نمیبری؟ نه لالا پوپک من پتقانه رو خوش نداره. خب ما صدایش میترسیم درم میکنیم. کاکاش پاس
یک سر صدایت نمه برایم، یک چشمای ما رواز کردی، دل تست که تو موجود باشی. نه خوتک جان میفهمی؟ کاکاش پس که شیرینی بابا خود زیاد دوست داره کیک، نه؟ اونه کیک که دیده ای؟ نه ما دیادش میایم، نه تو یا دیادش میایم، یک چیزه که برای ما بگویه که این رقم کیک تو تا کده مینه بعد فال تحصیل کیک خو خیر خداوند دانم کلچه نشه جاگه نیه دیگه باش ما بیخی دیگه ما بیشی قند کاکاش کیک بخوا آفری بیشیرین دخترک بر تو آه برازم یک دانگه که دیگه نه خودک جان بله میفهمی کاکاش بعد برات کیک میمون گفتم یکمک بر زیاد بان که میره که بابا جان بیبی جان خود میخوره زنده باشی به خاطر که بابا جانم دندانکای خون نیست دیگه نه بازم تو لمبای لمبای میخوریش از خاطر کیک زیاد خوش داره لمبای لمبای میخوریش ای نه نختک جان اوشت باشه که تو زیاد نخوری بانی که بابا جان بیبی جان زیاد بخوره زنده باشی سلامت باشی الله باشی برو بخیر بی نختک جان خیر ببینی دریا جان کاکا رنگین نمان که سوال خود تا آخر برسونیم چه وقت است بخیر چی تجون سالگرد سالگرد ما کم مانده یعنی نمیگی بر ما بگی خیلی نصره نه فهمی خود چی وقت است مقصد دمی تلویزیون چون آمدم سالگرد ما دمی تلویزیون میگیرم شعیس شعیس مسخط ما خبر باشم که کتی خود از اون نان خشک بیارم خبیز من از اونو که که قطع نان خشک میخورم خواه؟ نه خودک جان بله میفهمی نیایش چند ساله شد؟ چند ساله شد؟ 5 ساله شد بخیر الله فشک به اندازه چی شده که از اونو لالا پوپکم؟ به اندازه لالا پوپک شده؟ خیلی سالگیری لالا پوپکم در خانه گرفتی؟ لالا پوپکم ها باز اگر بگویم سالگیری تا میگیریم باز از اونو لالا چوخکم چطور میشه؟ لالا شوخک تام ده پلی شو بالا بساز که خودت گفتی یک دفعه شو بالا شده بودی نه آ اینو تی کار امکان داره آ آ بخیر بود مرا خبر میکنی یک بخورم پس میم خود بر 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 آفرین اطفال نازنین نوشک جان تان کیک مزه میتا نوشک جان تان نصرت جان چطور است کیک مزه میتا کدام وقت در سالگیره رفتی در سالگیره کی بوده در مکتب باز برای دوستک تحفه برده بودی؟ نه برده بودی اما دست خالی رفته بودی؟ شش ساله؟ آفرین دریا جان خودت در سالگیری کدام دوستکت که رفته باشی تحفه چیزی بردی؟ بسیار زیاد رفتیم در سالگیری سنفی های زیاد رفتیم باز بر از اونا یا کارتک رفت نشته میکنم یا برشون توفی هستی میارم آفرین در کارتک باز چی نشته میکنی؟ محمدم مثلا نشته میکنم که سالگیری مبارک روز خوب ببینی یا نشته میکنم که چقدر خوب چقدر خوب یا نشته میکنم که روز بهترین داشته باشی بهترین روزا در زندگی تکرار شه آفرین دریا جان دیدی نه خودک جان که دریا چه خوب چیزا کاغو یاد گرفتم بیدی دیدی لالا شوخک یاد تست یاد فلالا لالا شوخک از اون سالگری مرا گرفته بود میفهمی چی کده بود کاکا رنگین نه نه خودک جان همیشه رو کیک که واش کرد نوشته کرده ای فازی روش که تو با دنیا آمدی تو کار محمد سرسکیج پرسار نکن نه خودک جان حتما لالا پوپک تو را زیاد زیاد دوست داره اینه موم که کسایی رو کمتو زیاد زیاد دوست داشته باشم اینه می رقم باز که چگام و زاقکا و شوخیگکا میکنم حتما کتان شوخیگک کده شاید همتو گب بده باشه کتان خب اطفال نازنین که شیره خوردین بخیر نوشک جانتان مزه داد بله نوشک جانتان از این که وقت برنامه ما بسیار کم مانده ناگذیر هستیم که ما و شما خداحافظی کنیم و دمی خداحافظی خود ما و شما میخیزیم که تپ قانام ساتیری میکنیم سید دوست نازنین تا برنامه بعدی که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم خداحافظ ناصرتان خدا 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 خدا